توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز سلام بر شما، وقت بخیر. امیدوار هستم که لباس عافیت در تن داشته باشید و از گزند حوادث در امان باشید انشاءالله. شاگرد عزیز، امروز ما یک مبحث دستور زبان، یک مبحث گرامری رو میخوانیم، مربوط درس مکتب شماست، فعل. در زندگی روزمره هر کار را که میکنیم، هر گپ را که میزنیم، هر عمل را که انجام میتیم، مستقیما پیام های را و مخاطب پیام های را در بر داره که کلا تماما برش میگیم فعل. امروز به صورت خیلی خلاصه و در این حال به طور خیلی فشرده و ساده مبحث فعل برتون توضیح میتونم. عنوان درس امروزی ما است فعل و زمان های آن. قبل از اینکه بیایم روی موضوع شروع میکنیم از تعریف فعل، میگیم فعل کلمه است که به انجام کاری یا بیان حالتی در یک زمان معین دلالت میکند. یعنی هر کلمه ای که برای ما یک عمل نشان بده، یک حالت بیان بکنه و یا این که از انجام شدن، انجام نشدن یک کار گزارش بده، ما اصطلاحاً برش میگیم فعل است. پس بنابراین یک از شاخصه های دیگر فعل ای است که در فعل زمان معین است. یعنی در سه زمان که بعداً خدمت شما اینجا عرض میکنم، در سه زمان فعل ما به وقوع میپیونده. خب از زمان فعل شروع میکنیم. زمان فعل به سه دسته تقسیم میشه: زمان حال است یا زمان اکنون، زمان گذشته است یا زمان ماضی، زمان آینده است یا زمان مستقبل. هر عمل را که ما انجام میتیم از دایره این سه زمان خارج نیست. یعنی دایره زمانی برای انجام یک فعل در سه زمان است: زمان حال است یا زمان اکنون، زمان ماضی یا گذشته، زمان مستقبل یا زمان آینده است. ببینین چند نمونه از فعلش ما در تصویر میبینین. در تصویر میبینین کتاب میخوانه، خواندن. تصویر بعدی نوشتن برای ما نشان میده، نوشتن یعنی فعل است. تدریس کردن، درس دادن میشه فعل. سلام دادن، سلام دادن، خداحافظی کردن فعل. چند نمونه دیگه هم براتون بگویم: کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، سخن گفتن، کارخانگی انجام دادن، همگی اینها فعل است. یک موضوع دیگر که باید بفهمیم، موقعیت فعل در جمله همیشه در آخر جمله است. یعنی وقتی که اجزای سازنده جمله را میخوانیم، موقعیت فعل در آخر جمله است. تمام کلمات پیش از فعل میه، فعل در آخر جمله میه. چنانچه جمله ما بیانی باشه، یک جمله خبری و گزارشی باشه، در آخر نقطه میگیره. و چنانچه سوالی باشه، سوالیه باشه، پرسش بکنه از مخاطبش، در آخر سوالیه میه. خب چند مثال کار میکنیم، هم زمان مشخص میکنیم و هم نوعیت فعل میگیم. در مثال اول دقت کنین: برادر محیب در یک شفاخانه دکتر است. برادر محیب در یک شفاخانه دکتر است. در تعریف فعل گفتیم فعل یا یک کار را برای ما نشان میده و یا از داشتن حالتی خبر میده. در این جمله دقت کنین: دکتر بودن در حقیقت حالت است، یعنی کار کردن نیست. برادر محیب در یک شفاخانه دکتر است، از حالتی برادر محیب خبر میده. مثال دوم: من کتاب های داستان را دوست دارم. من کتاب های داستان را دوست دارم. دوست داشتن فعل است. یک نظر به شخص گردان میشه، نظر به زمان گردان میشه، از شاخصه ها و از ویژگی های فعل است. جمله سوم، مثال سوم: آیا احمد دیروز در خانه بود؟ ما از بودن احمد در خانه سوال میکنیم از مخاطب خود که آیا احمد در خانه بوده و یا هم نبوده. میبینین در جمله سوم، در مثال سوم، فعل ما با علامت سوالیه ختم شده، یعنی ما منتظر شنفتن جواب از طرف مخاطب ما هستیم. اما در دو جمله اول، جمله ما بیانی بود، ما یک گزارش ارائه کردیم به مخاطب خود، بیان کردیم از انجام شدن و یا هم از داشتن یک حالتی. در جمله چهارم ببینید: او تا هنوز خواهرش را ندیده است. فعل است. فعل در اینجا چی است؟ دیدن است. اما به صورت نفی آمده. به صورت نفی به این معناست که ندیدن خواهر، دیدن خواهر را نفی میکند. یعنی او هنوز خواهرش را ندیده. مثال های بعدی را ببینید: آرزو هر روز کتاب میخواند. فعل در این جمله چی است؟ کتاب خواندن.
چه کسی کتاب میخونه؟ آرزو. آرزو کیست؟ فاعلی. فاعل به چه کسی گفته میشه؟ یا به چی گفته میشه؟ به کسی یا چیزی که یک عمل انجام میده. احمد دیروز به برادرش نامه نوشت. احمد دیروز چه کار کرد؟ احمد نامه نوشت. پس از این جمله فهمیدیم که نامه نوشتن فعل است. شاگردان در رخصتی تابستانی به سیر علمی خواهند رفت. شاگردان در رخصتی تابستانی چی کار میکنن؟ به سیر علمی میرن. پس به سیر علمی رفتن، کلمه رفتن خودش فعل است. خلاصه براتون بگم، مبحث جنبندی میکنیم. فعل گفتیم از انجام شدنی کاری خبر میده و یا هم داشتن حالت را بیان میکنه. فعل شد. زمان فعل به سه دسته تقسیم میشد. زمان حال است، زمان گذشته یا زمان ماضی است، زمان آینده یا زمانی مستقبل است. دوستان عزیز، براتون بگویم مبحث فعل در دستور زبان یک مبحث بسیار وسیع و یک مبحث بسیار گسترده است، اما به طور خیلی فشرده در مضمون صنف 5 آمده تا این قسمت ما کفایت میکنیم. خب، هر فعلی، هر عملی که برای ما، هر کاری که یک عمل برای ما نشان داد و یا هم حالتی انجام دهنده برای ما نشان داد، برش میگیم فعل. امیدوار هستم که از درس امروز ثمره گرفته باشین و تا دیدار بعد، پدرود.